این ماشین که نشستم و حرکت کردم رادیو روی همراه بود، برنامه شما شروع شد، بعد دیدم یه آقای متحیری از همه جای جهان و اونچه که در این کائنات میگذره از ایران آمد با یه حالتی که کاملا معلوم بود یه آدمی است که افسرده است و غمگین و این حرفا، شروع کرد با شما صحبت کردن و مونده بود تو کار این دنیا که این چجور دنیایی، همه چیز اینجوری به هم ریخته است. قصدم از طرح این سال دو تا تیکه است، دو تا نکته است، یکی نکته اوله و یکی نکته اصلی که مرتبطه با اساس برنامه است. و خلاصه در کار این جهان حیرت زده شده بود که شما گفتید که از هر دو سوم حیوانات مجبورند یه حیوان دیگر بکشند باقی بمونند، این همه جنگ و نزاع و بدبختی. برای یه لحظه من با ایشون تا اومدم، البته شما بدن زدید تو ذوقش، ولی تا اومدم با ایشون همدل بشم صحبتاش تموم شد. حقیقت چی بخوای، خب این چه جور دنیاییه؟ یه آخوندی بلند میشه میره و یا ملبس به لباس آخوندی ادهی نشستن یه کافه یه قهوه بخورن، این معنی از دست دادن زندگیشون تموم میشه و این حوادث تو این دنیای ما روز به روز بیشتر میشه. شما نگاهتون چیه؟ یعنی اصلا دردتون نمیاد؟ من نمیدونم دردم میاد، ولی خب اگه قرار باشه دردتون بیاد در روز 70-80 هزار نفر میست که میمیرن دیگه. اگه بخواید آدم به نسبت به این چیزا به این گونه احساس نگه، یه کسی به دلیل سرطان میمیره که خب به دلیل سرطان مرده، یه جای قلبی پیدا میکنه، اینا رو باش عادت داریم، بخشی از زندگی ما هست که اینجوری تموم میشه. ولی این حوادث، یعنی دنیا هیچ وقت اینجور بی حساب کتاب بوده؟ من فکر میکنم بوده. بیشتر از اینم بوده. خیلی به تاریخ اگر نگاه کنید حساب کتاب گذشته خیلی خبری نبوده. حالا فقط نوعش عوض شده، ضمناً وسایل ارتباط جمعی پخشش میکنن و الا حوادثی از این قبیل فقط کافیست روزی یکیش اتفاق بیفته. در سال 365 تاست ما اصلا میگیم همه دنیا به نابودی داره میره. من فکر میکنم با ارقام و اعدادی که بخوایم ازش نتیجه گیری کلی بکنیم، نه اونقدر من مسئله رو مهم و جدی نمیگیرم. به من میگید بده، حتما به من میگید بیگناهی بدون هیچ خبری و اثری به یک باره پرپر میشه و از پا در میاد. متاسفانه ما در دنیایی هستیم که هر آن ممکنه یه اتفاقی طبیعی و یا انسانی و یا هر چیزی که مایلی نامش رو بگذارید بیفته و بعدش هم گرفتاری ها به وجود بیاد. آقای دکتر، چجوری میشود یک کاری کرده، عملی انجام داد که آدم درگیر عاطفی با این حوادث نشست که سلامت روان خودش رو بتونه حفظ کنه؟ خب ببینید، درک واقعیت و پذیرفتنش معناش همینه که من تا حدودی متوجه باشم که در کجا زندگی میکنم و قواعد طبیعت چیه. با همین دوست عزیزی که از ایران تلفن فرموده بودند و با هم گفتگویی در همین زمینه که اشاره میفرمایید داشتیم، این بود که طبیعت اگر با یه دقتی بهش نگاه کنیم، قانون اصلی و اساسیش مرگ است و نابودی، یعنی به وجود میاره ولی بعدن همه چیز رو از بین میبره. یعنی اساس خلقت همونطور که میدانیم بر کون است و فساد، ایجاد میکنه و بعدن نابود میکنه. و بعدن باز همونطور که ایشون هم اشاره کردن، شما بهش توجه داشتید، دو سوم حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن باید یه حیوان دیگر رو بکشند و بخورن. بنابراین طبیعت قانونش بر اساس تعریف ما از ظلم و عدل، ظلم کامل. امید این بوده که انسانی که موجود طبیعی است و در این طبیعت زندگی میکنه، به دلیل توانایی هایی که داره که ناشی از عقلی است که منجر به آزادی او شده، جهانی رو بسازه مبتنی بر عدالت و یک کمی قدم فراتر بگذاره، جهانی درست کنه بر اساس محبت. یعنی حالا دیگه عدلم نیست بلکه محبت است و عشق. این امیده در یه درست در جهت مخالف طبیعت، درست در جهت مخالف طبیعت و به همین جهت است که انسان یه موجودی است که بر اساس حتی برداشت مذهبی، در حالی که از آب و گل درست شده، خدا در او روح خودش رو دمیده، روح در حقیقت حیات رو یا روح الهی رو در او دمیده و این است که یه موجودی شده با یه ترکیب دوگانه، از یک طرف از آب و گل و از جانب دیگه از روح الهی، اون گونه که برداشت و بحث مذهبی است. و بعدم ماجرای انسان به همون دلیل که یه دفعه هم شاید صحبت کردیم، عقلی داره که این عقل بهش آزادی داره و در حدی که آزاده مسئوله. این گفتگوی بود که با این دوست
خوب عزیزم من داشتم در رادیو همراه. بنابراین اینا مسئله. حالا شما به من میگید در یه همچین دنیایی که 7 میلیارد جمعیت داره که بر اساس آمار یه چیز نزدیک 13-14 در هزارش، یعنی کمی بیشتر از 1% هر روز میمیرن، یعنی روزی 80,000 نفر. شما میفرمایید 75,000 تاش 79,000 تاش به مرگ میمیرن که جنبه عادی و طبیعی و بیماری داره، گرچه همون هم جای گفتگو داره درست، ولی به هر حال ده ها صد ها ای بس ها هزاران نفری هستن که بر اساس اون قاعده معمول و مرسوم طبیعت قرار نیست بمیرن، ولی میمیرن یا کشته میشن و باعث تأسف بسیاره. فقط یه یادآوری کوچک میکنم که ما 130 میلیارد این آدما رو در قرن 20 در جنگ ها فقط از دست دادیم. بنابراین به من میخواهید بفرمایید اوضاع بد است؟ بله، برخی از اوقات در بعضی از جاها بدتر میشه، در یه زمینهایی که قبلا آرامشی بوده و خطری نبوده خطر به صورت جدی خودشون شمله، بله، ولی در زمینهای دیگه نه. ولی فقط شما یه یادآوری اگر بفرمایید که حتی در ده هزاره اول تا اون یا فرض کنید وبا یا بیماری های دیگه چگونه بیداد میکردند و میکشتند و همه رو از بین میبردند، جهانی که ما در گذشته داشتیم بی ضررتر و بی خطرتر نبود. اون موقع بلایا طبیعی بود، الان بلایا برخیش انسانی. اونم میتونم بفهمم، شاید ای بسا قرن بیستم 130 میلیون کشته کار ای بسا 5000 سال تاریخ هم نبوده، هیچ وقت ضرب و جمعش نکردم. بنابراین اگر از اون دید مقایسه نگاه بفرمایید چینه، ولی اون خیلی چیزی رو نشون نمیده. اینکه بد بوده حتما، و اینکه فرض کنید 14 سال گذشته به اندازه اگر یک ششم یا یک هفتم قرن بیستم رو بگیریم ما کشته نداشتیم، هم سر جاشه، چون قرار بوده یه چیزی بیش از 20 میلیون الان کشته دادیم که ندادیم، حداقل تو 14 سال اول. امید من این است که تا آخر این قرن هم اعدادی نزدیک به اون نداشته باشیم. ولی به من میفرمایید حوادثی از این قبیل هست بعد. بعدم شما نگاه کنید به ماهیت این حادثه. یه آدمی یه باورایی داره، یه اعتقاداتی داره که من تیکه شنیدمش حتی الان که خدمتتون اومدم. علائم بیماری روانش از اگر اتهامات مربوط برش که زنش رو کشته و سوزانده، اگر اتهامات مربوط به اینکه به 40 نفر تجاوز کرده، اینا درسته. شما با یه بیمار کاملی روبرو هستید که حالتهای دوگانه ظاهراً معقول و منطقی رو در مواردی و بعدن وقتی وارد مرحله فعال یعنی اکتیف فیزش میشه، یه دفعه مثل آدم خواب و بیداره که شما در حالت بیداری جواب منو میدید، با من حرف میزنید، در حالت خواب من چه با استالی صحبت کنم محلم نمیذارید، پاسخم هم نمیدید. این دوگانگی که در خواب و بیداری انسان هست، در زندگی انسان هم میتونه اتفاق بیفته. ببین شما با یه آدمی روبرو میشید، بعدم این بسا تو ذهن بیمار خودش ماجرا رو یه جور دیگه مجسم کرده بوده، یه صورت دیگه ای داشته، من جزئیاتش هم نمیدونم. بعد رفته اونجا، خب با توجه به اتفاقاتی که افتاد از یه طرف و قواعدی که از نظر به هر حال برخورد با این موضوع وجود داره، شما یه جنگ تمام عیار رو اینجا میتونید ببینید برای حتی اقل چند ثانیه، شاید دقیقه ای، که خب رگبار گلوله هست و حتی یه مقدار انفجاراتی که معلومه به هر حال دلایلی براش وجود داره از جانب کسانی که به اونجا هجوم بردن و چرا این تصمیم بعد از این همه ساعت‌ها گرفتن، به هر حال بر اساس یه محاسباتی بوده و یه احتمالاتی که فکر کردن این کم خطرتره یا آسیب کمتری به بقیه میزنه، که به نظر میرسه جان دو نفر بیگناهی که اصلا در این ماجرا نبودن کشته شده. یعنی میخوام بگم میشه ماجرا رو نگاه کرد اینگونه، اما اینکه شما من بگید خب حالا برای این غمگین میشی، بله، ناراحت میشی، بله، ولی نه به شدتی که زندگی منو تحت تاثیر قرار بده، چون اگه قرار باشه این گونه حساس باشیم مثلا امکان زندگی نخواهیم داشت. آقای دکتر، قسمت دوم پرسش که میخوام ازتون بکنم هم در جواب این آقا، شما این سوال پرسش مطرح کردین، البته خیلی به اختصار چون بحثش جنبه اجتماعی داشت، و هم نظر منو جلب کرده. شما در واقع یه سری مفاهیم کلیدی هست که در کار پرداختن به مسائل آدم‌ها، روانکاوی و یا روانشناسی این افراد، شما از این واژه‌ها استفاده می‌کنید. برای من جالبه که بسیاری از موارد می‌بینم که قشر جوونی که با رادیو همراه با شما همراه شده و این قبلا تو 670 AM به این شکل نبود، که اغلبشون قشرهای بسیار جوان و تحصیل کرده است، اینا میان خودشون مثل این که قبلا یه پرسشنامه‌ای بهشون داده شده، این پرسشنامه رو جواب میدن
و برای اینکه صرفه جویی در وقت باشه اول اون پرسشنامه رو جواب میدن، یعنی جایی برای طرح سوالات شما اغلب نمیذارن یا بخش عمده ایش رو پاسخ میدن. البته به اضافه یه چیز دیگه، از سگی و بد اخلاقی منم چون خبر دارن مواظب و مراقبن، چون صدها نفرشون اشاره کردند که بله هر خار مواظب. من تو دیروز هفته قبل بود بانوی ارجمندی آمدن روی خط، گفتم من دفعه قبل آمدم تو منو گذاشتی گوشه دیوار، بعد از این توضیح دادم بودم خیلی متاسفم که اون موقع تو رو گلوله باران نکردم، چون احتمالاً اگر شده بودی هم تو راحت بودی هم من. ولی این نسبت که به خودتون دادید، اخلاق سگی و بد اخلاقی شما یه خورده بنده رو خجالت زده میکنه. من کار روانشناسی نمیکنم، کاری تلفن جواب میدم، همیشه متهم میشم به اینکه خیلی آدم بد اخلاقی هستم و واقعا هم همینطور هست. یه دلیل نزدیکی منم به شما و دوستی من و شما از جانب فرحال خونه سگیه، یه بچه مشترک در این مورد. ولی نه، یکی از پرسش هم اینه، شاید این میخواستم آخر بپرسم ولی اول، شما اسیر کیفیت ارتباط نمیشید، یعنی ببخشید کمیت ارتباط اصلا نمیشید. یعنی من حیرت میکنم این رو طرح میکنم، نه اینکه بخوام از شما، یعنی یک راهیست که به نظر خودم هم میرسه که این راه خیلی بیشتر کار میکنه، یعنی اسیر این نیستید که همه خطا رو جواب بدید. به هیچ وجه اصلا من همیشه عرض کردم اگر یه دوست عزیزی ساعت 9 صبح بیان یا 4 بعد از ظهر و تمام 2 ساعت رو بخوان، با وجودی که ما 5 تا خط رو بیشتر روشن نداریم، یعنی همیشه 5 تا خط پر بره. من متاسفم از اون 4 نفر، ولی من موضوع رو و اون فردی که رو خط اومده و نفر اول بوده، اگر مطلبش جالبه، نمیدونم برای 40 نفر 400,000 نفر، نمیخوام وارد بحث این عدد بشم، در حالی که ما الان بیش از 1.5 میلیون هیت داریم از طریق فقط اینترنت، بدون ایران، بدون عرض کنم که رادیوها، بدون حتی اپ خودمون و بقیه، کاری به اونا ندارم. من به موضوع توجه میکنم، از آغازم اینو عرض کردم که هر 2 ساعت رو به اون آدم اختصاص میدم، برای که من موضوع باید شکافته بشه. هدف این نیست که اونا یه چیزی بگن چیزی بگم و تعداد آدم ها، به هیچ وجه. من از اون دوستانی که رو خط من بسیار معذرت میخوام و متاسفم، ولی از قبلم باید بدونن که من با موضوع کار دارم. من میتونم بگم ظرف 1 ماه گذشته حداقل 7-8 مورد بوده که 1 ساعت تمام در اختیار یه نفر بود، یعنی قسمت اول، دوم، سوم، مثلا دوم تا پنجم، هر قسمت ما 16 دقیقه است، البته با 4 دقیقه پیام ها که بر وسطشه. برای من اون موضوع مهمتره. و با وجود همین جناب فرزانه، چون من از 6 مارچ سال 2000 این برنامه رو شروع کردم و اون تازه هفته 1 روز به مدت 13 سال و 9 ماه و 25 روز در رادیو ایران، و الان برای مدت 9 ماهی که در رادیو همراه بودم، وقتی جمع کنیم با 20 نزدیک 5000 نفر حرف زدم. پس من از نظر کمیت کارنامه بدی ندارم، با 25000 نفر حرف زدم، ولی این 25000 نفر نتیجه یه چیزی رو خط رادیو تلویزیون، مثلا شاید یه چیزی نزدیک 12 یا 13000 ساعت، که یه چیزی نزدیک 8-9000 ساعتش مربوط به رادیو و 3-4000 ساعتش مربوط به تلویزیون ها. شاید 9 تا 10 تاش به رادیو و 3000 تاش به تلویزیون ها. بنابراین اون رو میپذیرم. دوستان و عزیزانی هستن که ترجیح میدن با 20 نفر تو 2 ساعت حرف بزنن، میفهمم ایشون. عزیزانی هستن که نمیخوان اصلا حرف بزنن، اونا رو میفهمم. برنامه ها تم مختلف متفاوتی داره و چون پرسش و پاسخه، همطور که اتفاقا آقای کاردان اشاره کرده، این است که من وقتی یک کسی میاد یه حرفی بزنه، میخوام ازش یک شوی بسازم که بتونه مطلب رو به خوبی و درستی ارائه بده، و به همین دلیل است که بسیار از اینا داستان ها در حقیقت ساخته میشه و پخته میشه. هدفی اونو ندارم، ولی میخوام شنونده رو یا در تلویزیون بیننده رو درگیر کنم که براش جالب باشه بدونم. باورم کنید امروز هم رو خط رادیو عرض کردم، من روز شنبه 1 ساعت تو اتومبیلم نشستم برای که یکی از برنامه رادیو همراه رو بشنوم، و درست 2 ساعت اولش که 9 تا 11 بود برنامه رو، و 4 تا 6 بعد از ظهر. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم، نه به خاطر اینکه خودم درگیر بودم، باور کنید به هیچ وجه، برای من موضوع و مطلب جالب بود. حتی در مورد یه آدمی که قضاوت و نظری کردم که دیروز برنامهش پخش شد، متوجه شدم که من در این زمینه یه ذره ساده لوحانه عمل کردم. این آدم رو باید یه مرحله پشتش رو میدیدم، و بنابراین با شنیدن خودم و گفتگو متوجه شدم خیلی زود خوشبینانه و ساده لوحانه
معمولا مثل همیشه عمل کردم، یعنی برای خودم هم جنبه آموزشی داره و بسیاری از دوستان که اصلا علاقه من به این موضوع هستن و یه درصد بالاییست. یعنی اگر شما من بفرمایید هیچ موضوع دیگری هست که اینقدر توجه، نه موضوع مذهب، نه موضوع سیاست، نه موضوع اقتصاد، نه موضوع فرهنگی، تنها جایی که من میتونم بگم من رقیب خیلی سرسختی دارم یا این گونه موضوع، نمیخوام بگم برنامه، فقط موسیقیه. یعنی اونجا جایی است که بیشتر آدما به اون سمت میرن به دلایل بسیار که میشه فهمید. از این بابت خوشحالم. شما اگر موسیقی رو بذارید کنار، شما بیاد هر این مباحث رو بذارید واسه هر کسی که بهترین باشن، ولی بحث اقتصادی بکنید یا سیاسی بکنید یا مذهبی بکنید یا فلسفی بکنید یا تاریخی بکنید، هرگز همچین گیرایی که این گفتگوها داره ندارن. و دلیلش هم این نیست که بنده در اونجا نقشی دارم، بیشترش حضور دوستان و راحت و آسوده بودنش هست. آسوده بودن چون دامنه ای است که این مسائل داره برای تر. جناب فروزنده، من بارها عرض کردم من با 25,000 نفر حرف زدم، مثلا کار ببرکنم، روزی نشده که من با یک کسی روبرو بشم در این برنامه ها که برای اولین بار با یه جنبه پنهان و یه زاویه خاصی از انسان که تا به حال اصلا نشناخته بودم ازش خبر نشم روبرو نشم. همین دوستی که امروز تلفن کردن، درسته ما یه افسوری داشتن، بحث فلسفیش رو می‌دید یه نگاه مکانیکی بود، اون نگاه مکانیکی ایشون رو کشیده بود به ماجرای علت و معلولی که ناچار به نوعی جبر باور داشتن. و من کوششم در این بود که در همون مدت کوتاه که معمولا 2 تا 16 دقیقه بیشتر نشد، گرچه ایشون مطالب بهتری و جالب تری هم داشتن، ولی به هر حال من مثلا امروز هم بدانید که خدمت شما برسم، قسمت آخر برنامه در اختیار خودم نیست، مطالبی مطرح شد که برای من جالب بود. یعنی من خودم فکر میکنم ایشون 28 سالش بود، از ایران تلفن میگه، من فکر کنم اگر من 28 سالم بود یه همچین مبحثی تو رادیو مطرح میشد، مطمئنه یه دفعه دیگه هم میشنیدمش به خاطر گفتگوی ایشون با من، نه به خاطر خودم. اون شما که ثابتید، اونه که داره میاد و شما رو تو این کوچه ها میبره. من مطرح میکردم جالبم نبود حضور ایشون و نگاه. برای که ببینید من یه چیزی میخوام عرض کنم، بالا بازی ذره تند است در ملی اشکالی نداره، من اگر خودم وقتی جوان بودم 25 سالم بود 30 سالم بود یه همچین برنامه ای بود، الان خیلی خیلی نگاه هم به خودم و دیگران متفاوت بود. و به همین جده است که از نظر دادن، یعنی در حقیقت چراغ رو به دست دادن و ذره بین و میکروسکوپ رو در اختیار گذاشتن که برو این دنیای تاریک رو روشن کن و ببین، و این اون چیزیست که ما رو آشنا میکنه به زوایای پیچیده. حتی همین امروز بعد از ایشون دختر خانم 31 سالی از ایتالیا تلفن کرد. بله که 7 روز ازدواج کرده بود، 7 روز طلاق داده. آره 7 روز تصمیم به ازدواج گرفته، جدا شدن و هنوزم باز اومده بودن، حالا با دوستی بودن. بعد اون دوستی که میگفت که مثلا در حال که 3 ساعت بیشتر هم دیگر ندیدن یک کمی تلفنی با هم صحبت کردن، حالا حرفش این بود که تو نجات دهنده منی، یه گوشه از ایران افتاده این خانمم تو ایتالیاست و اون آدم بود و ایشون سر ازدواجش بود. یعنی شما یه دفعه با چی روبرو میشید؟ یا آدمی تحصیل کرده با مدرک لیسانس تو ایتالیا، ولی وقتی میرسه به ماجرای ازدواج، اولا بار قبلی اینجوری عمل میکنه، اونم تازه با نوعی که صحبت کرد که بتونم حتی میخواست چی بگه، و حالا بار دوم با یه آدم 35 ساله‌ای که ای بسا درسی نخونده، تنها چیزی هم که مدعی داره یه ذره پوله که شاید بتونه ماهی 1,000 دلار یا 1,000 یورو مثلا از بهره اون پول بتونه بگیره، و اینا بدون اینکه بیشتر 3 ساعت هم دیگر داشتن در سر یه مقدار گفتگو و با توجه به زبان برحال مشکلی که ایشون داشتن، چون از 6-7 سالگی در ایتالیا بوده، الان 30 سالشونه، فارسیشون هم وقت خوب نبود، هم تو محیطا شما میتونید، یعنی هیچ ارتباطی با فرهنگ و زبان نداشتن. از جانب دیگه باورها و اعتقادات خاص مذهبی این دختر خانم خب برای من تعجب آورد. یعنی اگر شما من بفرمایید آیا در تمام مدت عمره با یه چنین موجودی تقریبا با این ترکیب هرگز روبرو شدید؟ میگم نه. خب شما فکرشو بکنید، من برای اولین بار بعد از این همه کار که تو این زمینه بودم خدمتتون عرض کنم که به جرات میتونم بگم تو کنفرانس ها که در لس آنجلس هم بیش از 80,000 نفر تو کنفرانس های 24 ساعته من بودم، تا اگر کسی 2 دفعه اومده 2 دفعه حسابش کردم، یا تو این کنفرانس های سراسر جهان یا 25,000 نفر رو خط رادیو صحبت کردم، یا 20,000 نفر تو کار روان درمانی یا تراپی تو مدتی که من در لس آنجلس بودم، اصلا ایران و دانشگاه اینا به کنار، من الان با یک کسی روبرو میشم که برام تعجب آور بود. این چه نگاهی است که تا ایشون فرض کنید داشت در جهت ازدواج، که اون آدمی که باید باشه ازدواج کنه اون دوتا مشخصه که نمیخوام تکرار کنم چون باید موضوع رو دید، مثلا چه بود؟ یعنی برای من تعجب آور بود که آدم ملاک های انتخابش کجاست.
و نکته جالب اینه که اینا درسته که مسئله یه فرده، ولی نمایندگی میکنه بخواد و نخواد یه جمع زیادی رو از مردم که ساکتن، اتفاقا مسائل خودشون رو در این پرسش و پاسخ هم پاسخهایی براش میبینن، هم پرسشهای تازه تری براشون مطرح میشه. یعنی کار فردی فقط نیست. ایشا جان به فروزنده، من در دالاس بودم و سخنرانی داشتم درباره مسائل خانوادگی، همینقدر که گفتم یه بریک داشت باشید، یک نفر از ته با صدای بسیار بلند که من تو رو به دادگاه میبرم، به من تو رو سو میکنم، بعد فهمیدم وکیلم هست، تو چرا هرچی تو خونه من اتفاق میفته رو امروز اومدی اون بالا برای همه گفتی؟ یعنی حرفش این بود که حرفایی که تو میزنی به صورت یه بحث عمومی تمام حوادث اتفاقات زندگی خصوصی منه. یعنی میخواست بگی که من برای اصلا این دفعه جالب شد که چطور ممکنه یه حرف عمومی اینقدر به من بخوره. البته اون بستر شوخی بود، من خیلی زودم از لحنش فهمیدم جدی نباید ایشون رو بگیرم، ولی میخوام به شما بگم بسیاری از اوقات، حتی هفته قبل بود که بانوی آمدن، حرفشون این بود که من از لابلای گفتگوها خودم رو اینجا اونجا پیدا میکنم یا مسائل خودم رو متوجه میشم. اگه قرار بود که ما میشستیم موضوع و مسئله دیگری رو میشنیدیم که اینقدر اهمیت برامون نداشت. حالا آقای دکتر، یک مجموعه ای از این واژگانه، یعنی یه پرسشنامه است که این پرسشنامه دلیل گنجوندن این سوالات برای من جالبه، شاید برای دی خیلی زیادی هم جالب باشه. شما به مجرد اینکه کسی زبان به سخن باز میکنه، در اغلب موارد میپرسید که به چه خانواده‌ای تعلق داره، در درجه اول رو خودش کار میکنید، بعد میرید روی والدینش، ازش میپرسید فرزند چندم خانواده است. گاهی خود به شوخی برای شما وقتی طنزی میسازند این است که فرزند چندم خانواده ای، بعد شما معتقدید فرزند دوم، همیشه این وسط ها فرزند وسطی ساندویچ میشه، بعد میگن که خب اون ساندویچ رو بده ما بخوریم. ولی واقعا این ترکیب فرزندان و این مرتبه بندی فرزندان، این چه معنی داره؟ چرا اینقدر روی این تکیه دارید شما؟ ببینید جان فروزنده، من همیشه این نکته رو عرض کردم، شاید هم که دفعه خدمت خودتون، اگر خدمتون عرض کنم که الان یه کسی وارد استودیو میشه و شما ظرف یک ثانیه هزار تا چیز راجبش میدونید، شما شاید ممکنه تعجب کنید، ولی اگر یه دفعه در باز شد و یه پسر 6 ساله آمد تو، شما هزار تا چیز راجبش میدونید، ازدواج نکرده، کار نداره، فرض کنید جبر بلد نیست، زن و بچه ای نداره و و و. برای من یه مقدار سوالات به این دلیل کلیدی است که یه جزئی رو از اونا میپوشونه که بعداً تو اون ترکیب در حقیقت من به مقدار زیادی رولد اوت میکنم خیلی چیزا رو و یه با یه چیزای کمتری میمونم. بعدم این نتیجه قربیل میکنید قضیه. بذار مثال از کنم، چون اشاره فرمایید، چون موضوع فوق العاده مهم. اولا شما نگاه کنید به گوگل که من مدتی قبل نگاه کردم، فقط بالا 60,000 کتاب و آرتیکل راجب برت اوردر، یعنی ترتیب تولد وجود داره. پس این موضوع موضوع من در آوردی من نیست که من در آوردم، ادعایی نم نداشتم، من خودم تو خونم چند یعنی بین 3 اقلا 7-8 جلد کتاب دارم که فقط درباره ترتیب تولد. از اون مقالات بگذاریم، این مورد اول. دوم، شما میدونید من کمی سابقه روانشناسی دارم و کمی هم سابقه جامعه شناسی، بنابراین موضوع روانشناسی و جامعه شناسی برای من ترکیب شده. حالا بریم سراغ ترتیب تولد. اگر هستالی الان بدونید یه آدمی 20 ساله باهاتون حرف میزنه یا 70 سال، فرق میکنه. اگر بدونید زن یا مرده، فرق میکنه. اگر بدونید امریکایی یا ایرانی، فرق میکنه. اگر بدونید بی سواده یا استاد دانشگاه، فرق میکنه. معناش این نیست که همه چیزا راجبش میدونید، ولی به هر حال شما وارد یه مرحله ای از این گفتگو میشید. من روزی که کسی به من بگه در خانواده چند تا خواهر برادر داره و فرزند چندمه، به اکبار نیمی بیش از نیمی از ویژگی های او رو میتونم حدس بزنم و با برخی از سوالات تکلیف خودم رو در اون زمینه روشن کنم که من از راه دیگه ای نمیتونم برم، چون مخصوصا هم دلیل مراجعهشون یا مسائل خودشونه یا مسائل ارتباطیشون با دیگران، از پدر مادر گرفته تا ازدواجشون. پس بنابراین من توی یا خود فردم و یا دیگران که همش به برمیگرده به یه چیز، یعنی ریلیشنشیپ. حالا شما بیاد اینگونه نگاه کنید که یه پدر و مادرند
که اولین فرزند رو میارن. قبلا هم این بحث رو خدمتتون داشتم. این پدر و مادر این بچه رو دو سال اول بزرگ میکنن، هم اولین تجربه شونه، هم باورهای خاصی دارن که بعداً در واقعیت ممکنه بخونه و یا نخونه. بنابراین پدر و مادر بچه رو بزرگ. سرکله بچه دومی که پیدا میشه، اولا بچه اول به یک باره براشون میشه یک مبنای استدلال برای دومی، یعنی یه نوع قیاس که او اینجوری بود باید اینجوری بشه. از همینجا تفاوت ها رو میفهمن، از همینجا برخوردهای یکسان رو دارن و بعدا بچه دوم رو تربیت کنن. و حتما هم اون پدر و مادر بعد از تجربه بچه اول که دو سال گذشته، ابدا با دومی مانند اولی برخورد نمیکنه. اما محیط زندگی این دومی اصلا یه چیز دیگری است. یعنی بچه اول با پدر و مادرش بود و حالا بچه دومی کنار خودش یه بچه ای رو میبینه که حتما ظرف 15 سال اول زندگیش در حالت عادی حتما نقش اون خواهر و برادر بزرگتر خیلی بیشتر از پدر و مادره، به طوری که مطالعات امریکا نشون میده نقش پدر و مادر امریکایی رسته به 11%، نقش خواهر و برادر 33%. یعنی تأثیری که در شخصیت من وقتی میرسم به 18 سالگی خواهر و برادر من دارن 3 برابر پدر مادر منه در حالت عادی و معمولی. خب شما پس ببینید یه دفعه با این برادر روبروس یا این خواهر روبروس، همینجا جنسشون مهمه، فاصله شون مهمه. چرا فاصله شون مهمه؟ اگر فاصله خیلی نزدیک باشه، بین 1 سال تا 1.5 سال باشه، نوع حسادت و رقابت ها مسئله اصلی است، همینی که تو بچهای دو قلو هست. اگر بین مثلا فرض کنید 2 سال تا 3 سال باشه، فشار کمتری روش کنه، چون با بازیای کودکی میتونن با هم کنار بیان. اگر بیش از 3 سال باشه، حسادت و رقابت بزرگی کوچکی رو غالبا شروع میکنه به خفه کردن. به همینجاست که من همیشه گفتم فاصله دوتا بچه یا بچه ها 20 تا 35 ماهه، نمیخوام بشه 36 ماه که 3 ساله. حالا شما فرض بفرمایید این دومی هم اومده، اولا یا تو باشه دوتای پسرن یا دخترن، یکی پسر یکی دختره، بزرگی کدوم کوچیکی کدوم؟ برای که دختر یه چیزی نزدیک 1 سال تا 2 سال از پسر جلوه. برام اگر دومی دختر باشه خیلی زود از نظر توانایی های مغزی به اولی میرسه، ولی اگر اولی دختره دومی پسره، به جای 2 سال فاصله شون میشه 3 سال و 4 سال، یعنی فاصله ذهنی شون. حالا شما فکر کنید این دفعه سرکله سومی پیدا میشه. سومی که پیدا میشه معمولا با توجه به توان پدر و مادری که بنا شما میشناسیم، نیروها متمرکز میشه رو سومی. اولا اولی با سومی رابطه بهتری پیدا میکنه، برای که با دشمنش یک کسی رو میبینه نزدیک این سومیه. بعد از اون به خاطر اون حالا یه فرصتی پیدا میکنه که این دومی رو در اختیار و کنترل بگیره و یه جور این مال اون باشه، برای که میره روی مالکیت و کنترل. سومی که میاد سبب میشه اون محبت و توجهی که بچه دومی به عنوان کوچک داشت منتقل بشه به سومی، نتیجتا اونی وسط میمونه. از یه طرف این که میگم ساندویچ دندون قوی بالای برادر یا خواهر بزرگتره، از جانب دیگه دندون مبتنی بر کوچکی و جانبداری کوچک است و این وسط ساندویچ میشه. یعنی شما نگاه کنید به همه مطالعات خانواده‌های 3 تا بچه‌ای، شما به راحتی می‌بینید دومی معمولا زیر فشاره. حالا تازه از نظر جامعه شناسی چیه؟ مطالعات نشون میده همیشه بچه اول بچه آخر بیشترین منابع مالی خانواده رو مصرف میکنه. اولی به خاطر اینکه میخوان بفرسنش بره و راه افتاده و آخری به خاطر اینکه دیگه اینا براشون حالا هیچ بمی. شما حتی میبینید در منابع مالی مطالعات سنگین نشون میده که خرجی که بچه اول آخر میکنه مساوی بچه دوم سوم چهارم وسطان نیست. حالا شما سومی رو هم دارید، اما بیایید یه کاری بکنید چهارمی هم بیاد. چهارمی وقتی بیاد سومی احتمال داره بچه گم شده باشه، برای که اینجا دیگه هیچی نداره. به همینجا پیشن لاست چایلد تو خانواده 4 تایی یا 5 تایی یکی به آخر مونده میشه کودک گم شده، برای که هیچ کدوم از اون امتیازات نداره، خیلی تو هواست، مگر اینکه با باهوشیش بتونه یه جوری خودش رو زنده نگه داره. بچه دوم در اینجا زیر فشار اولی، چون پدر مادر راهش کردن اولی مالکش شده، معمولا میره تو افسردگی. شما آمارا رو نگاه بکنید بچه های دوم و یا بچه های وسط میزان افسردگیشون حتی تا 2 برابر بچه اول یا حتی بچه آخر، تا 2 برابر، یعنی یه چیزی نیست که عددا کم باشه. و بنابراین شما چهارمی رو میاد و بعدم چون یه مقدار مطالعات روی پنجمی شده بیشترش خیلی کمه، یعنی 5 تا بچه است و شما اصلا برای هر کدوم از اینا اصلا اسم دارید، یعنی بچه اول چه ویژگی داره، دومی، سومی، چهارمی و پنجمی. مثلا پنجمی رو به عنوان حتی خوشمزه خانواده کلاون میشناسنش. حالا در اینجا یه تضاد عجیب و غریبی هم هست و
اون تضاد اینه که غالب اوقات بچه آخر حرفش اینه که تمام توجه و محبت و عشق همه رو گرفته. حرف درستیه، یعنی همه سرش دعوا میکنه، همه سر گرفتن توجهش، بغل کردنش، مال اونا بودنش، بین اون نشون دادنش. برای این بچه آخر هم حرفش اینه که من بیش از همه محبت و عشق گرفتم. واقعیت مسئله این حرف کمی درسته ولی بیشتر نه، چون مهمترین موضوع برای بچه قدرته، توان انجام کاره، دانایی و توانایی. و بچه آخر میبینه همه خواهر برادراش میدونن و میتونن و اون نمیدونه، و بنابراین بچه آخر دو تا پوزیشن میگیره، یا تصمیم میگیره که تو زندگیش منتظر بقیه بشه، یا تصمیم میگیره که از همه جلو بزنه. حالا با توجه به فاصله ای که با چهارمی داره و نقشی که پدر و مادر ایفا میکنن و جنسیتش، یه دفعه میتونه سنگ صبور خانواده بشه و اصلا خانم بزرگ خانواده بشه. یعنی شما این دفعه بچه های آخر رو میبینید که بیش از همه به پدر و مادر نزدیکن، پدر و مادر گزارش بدی های اون چهارتا رو به این میدن و اینه که با خواهر برادرها در حال یه نوع کشش و جنگه. خیلی از اوقات این میمونه و ازدواج نمیکنه و کنار پدر و مادر میمونه، چون مثلا آخری هم هست، پدر و مادر شاید ای بسا سال خورده بشن یا چیزی از این قبیل، کنار اونا میمونه، زندگی خودش و ازدواج خودشو به تاخیر میندازه و کنار اوناست. و در نشه شما این دفعه این آخری که بیش از همه یه جور توجه رو گرفته، محبت رو داره که در مسیر جبران. اما اینجا شما این چیز دیگه میبینید، بچه آخر به خاطر اینکه اون زیر هست از یه چیز بدش میاد و این تقریبا اجتناب ناپذیره، از بچه و بچگی. به همین جهت است که اگر 10% زنان دوست ندارن بچه داشته باشن، اگر بچه آخرن میشه 40%، یعنی 400% بیشتر. به همین جهت که بچه های آخر تو خانواده‌ای مثلا 4-5 نفره به بعد، اگر آخری دختره، 1 دیرتر ازدواج میکنه، 2 ازدواج بکنه نمیخواد بچه داشته باشه، 3 اگر بخواد بچه باشه یه دونه میخواد داشته باشه. و شما این رو به اون گونه میبینید که دفعه اگر نگاه کنید به خانواده هایی که 1 بچه دارن، 2 بچه، 3 بچه، 4 بچه، 5 بچه، خیلی راحت این دفعه متوجه میشید که بچه آخر تو خانواده 4-5 نفری ای بسا 3 یا 4 برابر بقیه خواهر برادرها تعداد بچه‌ش یه دونه است و با یه دونه بچه هست، چون با بچه و بچگی مسئله داره. حالا این آدم کی انتخاب میکنه؟ دو آدم رو، یا یه آدمی مثل خودش که اونم مشغوله، یعنی حالت کودکانه داره، یا درست میره سراغ مثلا اگه دختر باشه پدرش، یعنی با مردی ازدواج کنه که نقش پدر روش بشه. همینجاست که شما به راحتی ترتیب تولد که نگاه میکنید معلوم میشه شما میرید دنبال معلمتون یا شاگردتون، دنبال پدرتون یا پسرتون، دنبال مادرتون یا دخترتون. و شما تو ازدواج ها میبینید، یعنی این پسر داره در به در دنبال مامانش میگرده، این پسر داره در به در دنبال دختری میگرده که بشه پدرش، یا این دختر در به در دنبال یک کسی میگرده که بشه پدرش، یا در به در به دنبال یک کسی میگرده که بشه مادرش. حالا به همین جاست که شما یک گره خوردگی تو بچه 1 و 2 و 3 و 4 با بچه 1 و 2 و 3 و 4 یه خانواده دیگه میبینید. البته در اینجا اینکه پسرن یا دخترن، فاصله سنی چقدره، همه اینا مطرح هست، ولی جایی پیدا میکنه. بیاد بریم سراغ بچه های یک یا بچه های تک. بچه های تک یه مقدار ویژگی دارن. شما بیاد یک دختر 25 ساله رو الان بگیرید که بچه تک، میزانی که این دختر کودکانه 5 ساله عمل میکنه 2 برابر اقلن یه دختر 25 ساله است که 3-4 خواهر برادر داشته. دوم، میزانی که این دختر 25 ساله نقش یک مادر بزرگ 65 ساله رو ایفا میکنه 4 برابر یه بچه است که 4-5 خواهر برادر. بنابراین شما وقتی با یه دختر 25 ساله تک زندگی میکنید، هم حالتهای بیشتر کودکانه داره، هم حالتهای بیشتر بزرگ سالانه. غالب اوقات 25 سالگی 30% هم نیست. بنابراین وقتی شما به شبکه دوستاش نگاه میکنید، نوع روابطش پیدا نگاه میکنید، حتی برمیگردید به رشته تحصیلی و کارش، شما میتونید این تفکیک رو ببینید. یعنی فقط به خاطر اینکه اینجا فرزند تکه، روزی که شما دوتا باشید، بسته به اینکه جنستون چیه، میتونید در یه ترکیب خاصی باشید. یکی از پیچیده ترینش دوتا بچه است که تنوع بسیار داره، ولی وقتی سومی اومد به یک باره مثل که اون احتمالات رو جمع و جور میکنه و میاره. بنابراین من وقتی که یک کسی روی خط بیاد و من بگه که یک سنش چقدره، رشته تحصیلیش چیه، شغل و کارش چیه، و بعد من بگه فرزند چندومه و تا حدودی فاصلش رو بگه، من یه تصویر از این که احتمالاً در زندگیش اتفاق افتاده پیدا کنم. درست مثل این که دو نفر بیان اینجا به استوالی این رو بگن: من پدر و مادر بی‌سوادی داشتم، خودم هم نتونستم درس بخونم، توی شهرستان بسیار کوچک بودم و بعد با زحمت بسیار درس خوندم، بعد اومدم مهندس شدم و حالا اومدم اینجا 30 ساله.
و درستی کسی دیگه به شما برگرده بگه من از یه پدر و مادری که دانشگاهی بودن متولد شدم، تو تهران بزرگ شدم، ما به دلیل امکاناتی که داشتیم در زمینهای مختلف از اسب سواری گرفته تا اسکی گرفته همه این مهارت ها رو بلدم، ضمناً به راحتی و آسودگی به دلیل توجه پدرم و مادرم معلم گرفتن، کمکم کردن، راحت رفتم دانشگاه درسم خوندم، مهندس شدم، اومدم اینجا 30 سالم. شما خب معلومه فقط به خاطر اون سابقه با دو تا آدم متفاوت روبرو هستی. یا فرض بفرمایید شما من بگید که من 8 خواهر برادریم، معمولا دیگه فرقی نمیکنه خیلی اول دوم، یه مقدار ویژگی هست، بقیه تبدیل میشن به موجوداتی که فقط باید زندگی زنده بمونن، سروایوور. علت چه این است که اینا تمام صبح تا شب برای گرفتن توجه پدر و مادر، برای نشستن در بهترین جای خونه، برای برداشتن بهترین تیکه گوشت نهار یا شام، برای اینکه کنار بخاری باشن یا نباشن، برای اینکه این کفش رو داشته باشن یا نش باشن و این خودکار رو داشته باشن یا نش باشن، یا الان آیفون و آیپدشون داشته باشن نش باشن، آیا دوست پسر و دختر دارن، همه تبدیل میشن به یک کسانی که توانایی فوق العاده برای زنده ماندن دارن. یعنی شما با یه آدمایی روبرو میشید که کاملا با مانورهای مختلف تن زندگی کنن، ولی امیدوارم اذیت نشن. وقتی قرار باشه محبت چهره به چهره وان تو وان یک نفر به یک نفر پیدا کنن، اونجا ضعیفن چون این کار نکردن، برای که در تمام مدت 25 سال عمرش مفهوم محبتی که ناشی از انحصار و توجه کامل و قطعیت و مطلقیت بوده رو نداشتن. یه مادر یا یه پدر باید به 7 بچه یا به 8 بچه میرسیدن و بنابراین این محبت پخش میشونه و مخصوصا بسیاری از کارهای پدری و مادری درست مثل رانندگی است. شما فقط میتونی به یک ما پشت یه ماشین بشینید، شما نمیتونی در آن باید 3 ماشین رو تو فریوی رانندگی کنید. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه من پدر مادر مهربونی داشتم. حتما داشتی، ولی اگر 7 بچه بودید هرگز مهر اونا به شما نمیرسید. یعنی فاصله اینقدر زیاده که مثل بسیار از ستارگان که بسا خورشید دارن ولی نورشون به ما نمیرسه و ما رو گرم نمیکنن مگر خورشید خودمون نمیشده. بنابراین وقتی تعداد خانواده زیاده اصلا محبت نمیتونه به شما برسه و بعدم شما در اینجا درگیر زنده ماندن بودید. ببینید در کودکی حتی یه اسباب بازی، اینکه من کجا بشینم، وقتی پدر از در میاد کیو بغل میکنه، تا کی توجه میکنه، کیو سرزنش میکنه، کیا تنبیه میکنه، کیا تشویق میکنه. بچه ها وارد یه محیط کاملا اجتماعی میشن که باید نقش های مختلف داشته باشن. کوتاهش کنم برای که اگر هستالی مطلبی هست بفرمایید. بنابراین من وقتی که بدونم که این فرزند چندومه، با چه فاصله پسرن یا دخترن، بقیه چه کردن نکردن، ازدواج کردن یا نکردن، مادر چه نقشی داشته، پدر نقش باشه، در حد یک برنامه رادیو تلویزیونی و در حد فرض بفرمایید 15 تا نیم ساعت وقتی که من دارم، من یه مقدار زیادی اطلاع بده. حالا اگر سوال کرد که من با این آدم این مسئله دارم یا با زندگی زناشویی این مشکل دارم یا با بچه‌ها این مسئله دارم، من الان درست مثل که میدونم ایرانی است که از ایران آمده با این سابقه، یه مقداری حرفا رو راجبش میدونم، در حالی که اگر ندونم اونا رو گرفتارم کنه، یه کسی دیگه ممکنه اطلاعات دیگه‌ای براش مهم باشه و از اون طریق وارد بشه، من کاملا اونو میتونم بفهمم. ولی من به دلیل کمی کمی آشنایی به این موضوع و به دلیل اینکه تمام عمرم درگیر این مسائل بودم، این بیشتر به من کمک میکنه که تا حدود ممکن یه تصویری از اون آدم داشته باشم. و به همین دلیل است که بسیاری از اوقات شما همین هفته گذشته اگر ببینید، من 2-3 تا تلفن داشتم، 4-3 تلفن داشتم از دوستان همکار که تعجب کردن در مورد یک دونه از این کیسا که تو چجوری فکر کردی این آدم باید مورد تجاوز جنسی قرار گرفت باشه، یا یه تعجب دیگه شو این بود که تو چرا از دقیقه اول شروع کردی با این خانم یه جوری حرف زدن که حتی یکی میگه من از دست تا حدودی هم عصبانی شدم، چرا اینجوری حرف میزنی؟ بعد یه دفعه متوجه شدم برای اولین بار ایشون میگه من از همچی کیس دیدم، مالتیپل پرسونالیتی داره، یعنی دو شخصیت بود و شما وقتی با دو شخصیتش روبرو میشید یه دفعه جا میخوری، یعنی یه دفعه شما متوجه میشید من رو خط تلویزیون شاید موارد دو شخصیتی رادیو داشتم ولی هیچ وقت نتونستم بهشون دسترسی پیدا کنم. این موردی که دو هفته قبل اتفاق افتاد، یه هفته قبل یا دو هفته قبل، کاملا یه آدمی بود که معلوم بود مالتیپل پرسونالیتی داره و این دوست روانشناس به من میگفتن که من برای اولین بار، من گفتم رفتم روی
وبسایت تو، بعد رفتم روی هولاکوی آرکایو، سه بار این رو شنیدم از اول تا آخر، برای که برای من جالب بود که از کجا مثلا به این نتیجه رسید، در حالی که برای من از همون اول با یکی دو تا علامت من اون احتمال رو گوشه ذهنم داشتم، ولی خواستم اطلاعات بیشتری بگیرم و بنابراین پرسش‌های من درست مثل کاری که دیتکتیو میکنه از شما یه سوالی میکنه تا بتونه گیرتون بیاندازه، نه به خاطر گیر انداختن، به خاطر فهمیدن بود، برای که شاید بشه سر نخی رو پیدا کرد. و اون چیز آخرم عرض کنم، اخیراً که دوستان زیادی با تحصیلات عالیه و پیچیدگی‌های بسیار روی خط رادیو تشریف بیارن، چون مثلا روزی 4 ساعتم در رادیو همراه هستم، به جرات خدمتتون عرض میکنم، من اگر به من میگفتن ما یه نون خالی سرپناه یه اتاق کوچولو به تو میدیم ولی تو عمر تو اینجا بگذرون، این کارو میکردم، به دنبال هیچ چیز دیگه نیستم، برای اینکه فهم این آدما، درک این آدما، کشف این آدما و شاید روشن کردن یه چراغی که اونا بتونن یکم جلوشون رو بیشتر و بهتر ببینن و انتخاب درستی بکنن، برای من بهترین پاداشه. و به همین جاست که با وجودی که من روزی 4 ساعت، هم امروز 9 تا 11 و 4 تا 6 که در خدمتتون الان هستم قرار دارم، شما خودتون میدونید من نخستم، نه حوصله ندارم، تلویزیونم از دست پرحرفی من و صبوری شما هم احتمالاً هر دو عصبانی شد. دکتر قبل از که به سوال بعدیم برسم، چون در این مجموعی که مطرح کردید به فرزند اولم اشاره کردید و تک فرزند، این تک فرزند ها و فرزند اول ها بر اساس اینکه پسر یا دختر باشند، اولا تک فرزند و فرزند اول چه وجوه مشترکی رو معمولا دارن، شما دنبال پیدا کردن چه چیزایی هستید، و تک فرزند هایی که به دختر اشاره کردید، دختر 25 ساله خیلی ویژگی هایی رو داره که اصلا تباه کننده همون دوران 25 سالگی شه، یعنی مادر بزرگش و بچه 5 ساله و اینا، بر اساس که دختر باشن یا پسر باشند تا چه حد زندگی براشون راحته، یعنی این تک فرزند بودن یا فرزند اول بودن یک امتیاز در ترکیب فرزندانه، یا برای به خصوص تک فرزند ها یه مسئله است برای سازگاریشون با محیط. اگر هستادی به فرزند اول اشاره کنید، به نظر میرسه فرزند اول اگر شرایط غیرعادی نباشه آسیب کمتری میبینه، غیر از حسودی مربوط به خواهر برادرهای بعدی، ولی اگر یه امتیازاتی پیدا کنه از کودکی میتونه یه جوری اون رو پشت سر بگذاره، ولی اگر کاملا نادیده انگاشته بشه، مثلا اولی دختر باشه بعد یه دفعه شاه پسر تش بیارن و توجه رو برای اونجا، میتونه کاملا به هم بریزه. بنابراین فرزند اول معمولا یک، مطالعات نشون میده از نظر شباهت به پدر و مادر بیشتر به پدر و مادر شبیه، دوم از نظر فلسفه و جانبینی خیلی شبیه پدر و مادره، یعنی خیلی بیشتره، از نظر اصول اخلاقی پایبندتره، جالب بشینه، ولی مهمترین مسئلهش اینه که یک، مسئولیت رو بیشتر میپذیره، دو، معمولا استقلال و آزادی عمل بیشتری داره، و یه مقداری میتونه به اون دلیل خوشبین باشه و خودشیفته، یعنی اینا با مجموعه فرزند اول بوده است. برای که همونطور که بارها عرض کردم، من اگر فرزند اولی باشم که 10,000 بار بازی با خواهر برادرام کردم، همیشه من برنده بودم یا 99% برنده بودم، معلومه چه احساسی به من در زندگی دست میده، یعنی از نظر سلف کانفیدنس، نه حرمت نفس، از نظر اعتماد به نفس که توانایی انجام کار است، معلومه من وضع بهتری دارم. بنابراین شما این رو میتونید اونجا ببینید، در حالی که فرزند دوم یا فرزند وسط به دلیل ساندویچ شدنش غالب اوقات شما می‌بینید یه مقداری ویتراز و یه دنیای درونی داره، یه زمینه بد و منفی داره، یه زمینه نگتیو داره، خوشبین نیست، ناامیده، برای که 1,000 بار یه کوششی کرده بی نتیجه بوده، برخلاف بچه اول که موفق بوده. اما اگر اشاره فرمودید به فرزند تک، فرزند تک رابطه برابر رو اصلا یاد نمیگیره، فقط رابطه پایین و بالا رو یاد میگیره، و به همجاست که میشه دختر 5 ساله و زن 65 ساله در حالی که 25 سالشه. علتش هم این است که تنها نقشی رو که به راحتی میتونه بپذیره اینه که یا باید فرمان بده یا باید فرمان ببره. بنابراین شما نگاه کنید به بچه های تک، مطالعات نشون میده که
20% اینا در یه زمینه‌ای میتونن بسیار بدرخشن که غالب اوقات علمیه یا هنریه یا اقتصادی. سیاسی هم میتونن باشه اگر تو اون رشته ها برند، ولی 80%شون معمولا از اون ظرفیت و توان خودشون و خانوادهشون استفاده میکنن. غالب اوقات یه گیر و گرفتاری هایی دارن. تا اونجایی که حتی میشه گفت 80%شون یه مشکلات پیدا میکنن که قرار نبوده تو ترکیب خانواده که دارن اگر دو سه تا خواهر برادر میداشتن پیدا میکردن. علتش هم یه چیز دیگه هم هست. ببینید چرا بنده همیشه عرض کردم مطالعاتم نشون میده هزینه وقت و انرژی بزرگ کردن دو تا بچه کمتر از یه بچه است. برای که وقتی شما یه دونه بچه دارید، شب که شما میرید خونه به بچه میاد خونه، شما به عنوان پدر و مادر باید باش بازی کنید. در حالی که اگر یه خواهر برادری با یه دو سال فاصله داشته باشه، اونا میرن دنبال کارشون، شما کاری به کارشون ندارید. وقت شما رو نمیگیرن، انرژی شما رو نمیگیرن. حتی از نظر هزینه بچه اول شما دائما باید راضی کنید. برای اینکه ثابت کنه به خودش که هنوز خوبه و دوستش دارین، همینجوری تقاضا پشت تقاضا دارین. و ضمناً اصلا دلیلی که شما یه بچه آوردید چیه؟ بگذاریم از اون زمانی که نمیتونید بچه بیارید. غالب اوقات وقتی یه بچه تک دارید، یعنی یک پدر مادری هستید که یا معمولاً مضطربی یا استدلال میکنید که یه بچه ای میاریم که خوب بار میاریم که حتما غلطه، یا اینکه از ازدواجتون راضی نیستید و بنابراین میدونید دیر یا زود ممکنه جدا بشید، پس بنابراین چرا بچه دوم رو بیارم یا بعدی رو بیارم. به همجاست که بذارید یه اعترافی خدمتتون بکنم. من تو کار تراپی با زن و شوهری روبرو شدم که خودشون مطمئن بودن میخوان از هم جدا شن. سنشون هم فرض کنید بین 35 بود تا 40 یا زن 35 بود تا 40، یعنی پس جدایی حتم نیست. یه دونه بچه داشتن، مثلا بچه یک ساله، اگر با من مشورتی میکردن که فلانی ما با وجودی که میدونیم از هم جدا میشیم، شما فکر کنید بهتره بچه دومو بیاریم و بعد جدا بشیم، تعجب نکنید. پاسخ من این بود که بله. علتش هم این بود که این پدر و مادر دیگه نباید ازدواج کنه، بچه دار میشدن. یه دونه بچه هم دارن، بذار دومی بیاد که هر کدام پرو چه پدر باشه چه مادر یا ترکیب از اونا، بچه ها اقلن خواهر برادر دارن. بچه ها اگر با پدرن مادر رو ندارن، با مادرن پدر رو ندارن، ولی همدیگر رو دارن. و اصولا یه نگاهی میکنن که خانواده به دو ترکیب مختلف شدنیست. در حالی که اگر بچه تک باشه و با جدایی روبرو بشه، حالا برمیگرده به جنسیتش که پسر بیشتر با مادرشه یا دختر بیشتر با پدرشه، از اونجا مشکلات و مسائل شروع میشه. و بنابراین بچه های تک بچه هایی هستن که اولا معمولا خیلی بیشتر خیالاتی و تخیلی هستن. بچه های تک برم فرض بفرمایید شما با دو تا فرزندتون از مهمونی بیایید، بچه ها نشستن عقب، شما همسرتون جلوید، شما اگر بشنویدشون دائما دارن با هم حرف میزنن، بحث کنن سر چیزهای مختلف، ممکنه دعوام بکنن ولی با هم. ولی اگر شما تشوردید یه دونه بچه داشتی، یا شما و همسرتون باید با او حرف بزنید، یا او باید با هر دوی شما حرف بزنید، یا شما حرفای خودتون میزنید اون ساکت تو ماشینه. برای معلوم بچه های تک از یه طرف منزوی، از یه طرف رویایی و خیالی هستن، چه به صورت مثبتش که افکار بزرگی دارن، یا به صورت منفیش که فکر کنن خبری نیست و کسی نیست. بعد وقتی میرن ازدواج میکنن چه میشه؟ وقتی ازدواج میکنن مهم اینه که با چه دختری ازدواج کنن. اگر اون دخترم تک بزرگ شده، یکیشون میشه فرمانده، یکی میشه فرمانبردار و بنابراین رابطه مشخصه، کودکیشون رو ادامه میدن. اگر نه، اونم دختر مثلا تکی باشه و این پسرم که تک بوده، دو تایی میافتن، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش. یعنی حالا تو برو دنبال کارهای خودت. معمولا هم یه بهانه پیدا میکنه مرد، یه خونه خیلی گرونی میخره که زنش هم راضی کنه. بعد چون 9 to 5 کافی نیست، 5 to 8 هم یه جای دیگه کار میکنه، یا میاد تو خونه کار میکنه. بنابراین این میره تو کار، دو تا بچه هم میاره برای اون، اونم میره تو مادر شده. بنابراین یه زندگی جدا از هم دارن، و چون جدا از هم دارن و تقسیم کار به این صورت انجام، ای بسا دعواشون هم اونقدر نمیشه، و چون دعواشون هم نمیشه زندگیشون کنار هم ادامه میمونه. فقط خطری که اینا دارن بعد از 10-15 سال یا بعد از اینکه بچه‌ها بزرگ شدن و دیگه نقشی نداشته باشن، حالا دیگه خالی و تنها. و در اینجاست که فکر اینکه من میخوام به خودم برسم و زندگی خودم بکنم، یا احتمالاً یافتن رفیقی و دوستی خارج از این ممکن میشه. معمولا توی همچین شرایطی هم جز در وضعی که رابطه جنسیشون جنبه فیزیکال و مکانیکال داره، رابطه جنسی هم خیلی کم میشه یا تموم میشه. نتیجتا تبدیل میشن به یک کسانی که فقط زندن و زندگی میکنن. رابطه هم چون نتونستن، یعنی هر دو بچه تک بودن، دوگانگی رو دارن. سر یه چیزای کودکانه عمل میکنن، سر یه چیزای بزرگسالانه، تنها جایی که نیستن سن خودشونه. برای وقتی شما میرید سراغشون، این دفعه میبینید مثلا 50% پولشون رو پس انداز میکنن و
برای آینده، یا درست برعکس هیچی پسنداز نمی کنن و بنابراین زندگیشون در یه جامعه مانند امریکا که اون به اصطلاح جاب سکیوریتی به اون صورت وجود ممکنه نداشته باشه در برخی از رشته‌ها، خودشون رو به خطر میندازن. بنابراین بسیار مهمه که ما چند تا خواهر برادریم، بسیار مهمه که فاصلمون چقدر، جنسمون مهمه و خیلی مهمتر است که پدر و مادر با این مجموعه چه میکنن و چند روزه حق و اختیار داشتن. حالا همینجا یه نکته آخرم عرض کنم، وقتی امیدوارم کسی باز اذیت نکنم، وقتی یه پدر و مادری 7 تا 9 تا بچه میارن نشون میده که نه میدونن، نه اداره و کنترل خودشون رو دارن، نه متوجه مسئولیت ها و وظایف سنگین خودشون هستن، نه با پیچیدگی های مسئله آشنا هستن و غالب اوقات یا یه باورهایی که خدا بچه میده و مرتبط به خودشون نمی کنن، یا اصلا بی اعتنا به این بر اساس باورهایی که از کودکی داشتن که رب بخواد 12 تا بچه داشته باشم دور تا دور سفره بگیرن بشینن، گویی مسئله اصلی و اساسی خوردن ناهار با هم، اونم تازه اگر امکانش باشه. شما توی همچین خانواده اونقدر عقل و واقع بینی رو نمی بینید که بعداً بتونه کمک کنه، چون پدری و مادری دو چیز رو حتما میخواد، دانایی میخواد و مهربونی، و اگر این دانایی و مهربونی نباشه هم بچه‌ای توی همچین خانواده‌ای حتما آسیب ببینه، اصلا امکان نداره، فقط درجاتش فرق میکنه. نتیجتاً توی خانواده شلوغ غالب اوقات یه پیام دیگه هم داده میشه که من با پدر و مادر واقع بینه، عاقل، دانایی روبرو نبودم. به همین جاست که شما با آمارا نگاه کنید، همه جای دنیا با بالا رفتن سطح دانایی و آگاهی و استفاده از عقل و علم همه تعداد کمتری بچه داره، یعنی به میزان زیادی یک کورلیشن در حقیقت منفی وجود داره، هرچه فهم و درک و آگاهی و تخصص بالاتر تعداد بچه ها کمتر، و هرچه این کمتر اون بیشتر. نمیخوام بگم این قاعده، از این قاعده رو 70-80% کار میکنه. آدمایی هستن که دانا هستن، عاقل هستن، ولی 10 تا بچه دارن. آدمایی هستن که نادان هستن، ممکنه یه بچه داشته باشن، اون انکار نمیکنه، ولی وقتی به آمارهای همه جا نگاه میکنه برمیجاست که چرا پیش بینی این است که حد اکثر جمعیت دنیا در 9 تا 10 میلیارد متوقف میشه. علاج بسیار روشنه، برای که به نظر میرسه ظرف 20-30 سال آینده سطح آگاهی مردم دنیا به جایی میرسه که در مقابل دو تا پدر و مادری که میمیرن دو تا بچه باقی میمونن، اگر همه ازدواج کنن همه دو تا بچه باشن، جمعیت روی 9 یا 10 میلیارد ثابت خواهد بود. بنابراین تصورات مالتوسی که جمعیت دنیا به صورت تصاعد هندسی پیش میره، حرفای بیخودی است که اون زمان بیخودی آدم‌ها رو نگران می‌کرد و واقعیت علمی نداره. و همین‌جاست که شما کاملاً سطح آگاهی و دانایی هر کشوری رو بگیرید با ریت تولد کاملاً در ارتباط، حتی یک جام استثنا نیست، با وجودی که باورها و اعتقادات مذهبی معمولا این سیستما رو به هم می‌ریزد، ولی همونجا هم چون خودش رو در آگاهی و دانایی واقع بینانه انسان‌ها نشون میده، میشه نشون داد هر چه در حقیقت دانایی و آگاهی بیشتره تعداد بچه‌های کمتره. اینه که در بسیاری از جوامع امروز روی درستش روی 2-3 بچه‌ن و متأسفانه یه ده غلط روی یه بچه. به همین جاست که بنده همیشه عرض کردم تعداد مناسب بچه‌ها 2-3 تاست، با فاصله 20-35 ماه، جنسشون اصلا مهم نیست، و از نظر تولد بچه هم بهترینه که مادر قبل از 32 سالگی 2-3 تا بچهش آورده باشه، یعنی اون بهترینه. البته سن ایدئال از نظر تولید مثل قبل از 30، ولی تا 32 رو میشه فهمید، ولی همینقدر که از 35 متجاوز بشه، با هر یک سال برای زن یه مقدار خطرات برای خود مادر و برای بچه به وجود میاره. مرد هم بعد از 40 سال تغییرات کمی میکنه، ولی بعد از 50 سال اسپرم اصولا آسیبای اینجا اونجا دیده. بنابراین پدر و مادری که در سن فرض کنین پسر و دختر 25 ساله و 30 ساله میتونستن سالمترین بچهای خودشون رو داشته باشن، حالا اگر مادر برسه به 35 یا 38 و مرد هم فرض کنین برسه به 48 یا 50 یا 52، حالا با ترکیب بچهای کمتر سالمی با بهره هوشی کمتری با احتمال آسیب‌های بیشتری رو به وجود میاره. به همجاست که یه جایی میرسه که دیگه پزشک متخصص به شما میگه من توصیه داشتن بچه رو به شما نمیکنم، شما حامله میتونید بشید ولی بهترین بچه تو نمیاد. هنوز ممکنه بهترین بدترین بچه تو هم از یکی دیگه بهتر بشه، ولی بهترین نمیاد. برام یه خطراتی داره، تو مادری از یه سنی بذاره خطر بیماری قند داری که خودت بگیری فقط به خاطر حاملگی،
و بچه ممکنه این آسیبا رو ببینه به خاطر سن بالای تو یا بالای همسره. به همجاست که امروز بانک های اسپرم در بسیار از نقاط جهان اسپرم مرد اونور 50 سال رو نمیگیرن، چون فرضشون بر این که این دیگه بهترین اسپرم اون آدم نیست، در نتیجه تو سنهای پایین تر میرن و سن ازدواج هم تکلیفش روشنه، یعنی واقعا ازدواج 25 تا 35 و اومدن بچه هم تو این سنین بهترینشه اگر آدم ها توان برنامه ریزی شو دارن. امکان برای زن و مرد بین 25 تا 35 چون تفاوت چندانی از این بابت وجود نداره، یعنی ما در دنیایی هستیم که درست خانم ها جلوان برای حدود 20 21 سالگی بالاخره ما مردا بهشون میرسیم، برای که محیط اجتماعی رو ما درست کردیم چون به نفع خودمونه یه ذره راه پیدا میکنیم، جبران کمبودایی رو که در شکم مادر به خاطر پسر بودنمون خوردیم وقتی تستوسترون به مغز مبارکمون خورد و عقب افتاده شدیم عقب مانده شدیم اونو جبران کنیم. بنابراین دختر بچه تا 20 سالگی از پسر بچه جلوه، همه دخترای دنیا در مقابل همه پسرای دنیا از نظر هوشی از نظر توانایی‌های حسی احساسی، ولی حدود 21 سالگی ذره این فاصله ای که زیاد بوده کم میشه میرسه به همجاست که شما دخترها تقریبا نزدیک 2 سال زودتر بالغ میشن دیگه و این خودش بلوغ فیزیکیشون نشون دهنده بلوغ عقلی و در حقیقت ذهنیشون هم هست، به همجاست که جلوان و باز به همین دلیل که یه دختر 18 ساله معمولا یه پسر 18 ساله رو خیلی دانا و آگاه نمیدونه یا یه دختر 22 ساله یه پسر 22 ساله، و به همجاست که در تمام تاریخ البته در حال دیگه هم داشته یه سر سن مرد بزرگتر بوده که حداقل برابر با زنش از نظر توانایی برابر باشه از نظر توانایی ذهنی. بنابراین وقتی شما 26 سالتون همسرتون که زن 22 سالشه شما نزدیک هم به همینجاست که پس بنابراین مردانی که فاصله زنیشون با همسرانشون زیادتر از این حرف هاست 10 سال و 15 سال و 20 سال اینا چطور میشه؟ اینا الان که توصیه نمیکنه، امروز پیشنهاد توصیه اینه که در سنی دهه 20 ازدواج کنین فاصله حد اکثر 5 سال، دهه 30 یعنی بین 30 تا 40 سالگی حد اکثر فاصله 7 سال، دیگه فاصله بیش از این رو اصلا توصیه نمیکنه، یعنی معتقدن که اصولا به دو تا گروه مختلف از نظر مراحل رشد حتی اگر تو در یه فرهنگ باشید روبرو هستید و بنابراین شما توی دو تا کاتگوری قرار فاصله 10 سال و 15 سال اینا که هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسه رابطه نه گرفتار است. برام ببینید جناب فرزنده، اگر سن مرد فرض کنید فرموده شما 15 سال بزرگتره، از اونجایی که باز به طور متوسط مردا 6 سال زودتر میمیرن این زن 20 سال 21 سال بدون شوهر خواهد بود، یعنی یه دوران تنها ماندن طولانی خواهد داشت و بعدم بیماری های آقایون یه مقدار بیشتره. به همجاست که توصیه شما جامعه شناسان یه چیز دیگه است، با زنی ازدواج کنید از خودتون 6 سال بزرگتره که دوتایی دست در دست هم بمیرید. عرضم به حضورتون که برگردیم و پرسش بعد چقدر وقت من دارم؟ فقط 5 دقیقه وقت دارم ولی فکر میکنم که این سوال اگه مطرح کنم پاسخ شما در این یک جلسه تموم نمیشه چون پرسش بسیار مهمیست. میخوام در مورد مراحل رشد کودک ازتون بپرسم، سوالای کلیدی که شما دارید. معمولا شما وقتی باهاتون صحبت میکنن مراجعینتون یا مشاهده کنندگان برنامه تلویزیونی یا شنوندگانتون در مورد بچه که میرسه به خصوص در مورد اون 3 سال اول یک نوع حساسیت به نظر من تو هم با تعصب دارید که خانواده با این بچه چیکار میکنه و چرا اینقدر تاکید روی این دارید؟ ببینید مثلا فرض کنید که امروز در جامعه‌ای که ما زندگی اتفاقا نظر شما رو در یه مهمانی با دوستانم مطرح می‌کردم، خانومی که اونجا حضور داشت خانم جوانی است که بچه‌م داره، ایشون میگفت دکتر هلاکویی بعضی چیزا رو متوجه نمیشه. گفتم خب چی رو متوجه نمیشه؟ گفت خب نمیدونه که زندگی خرج داره، من صبح که باید بلند میشم خب باید برم سر کار تا شب، نمیخوام از بچه‌م جدا شم ولی چاره ندارم که از بچه‌م جدا شم. کاملا حرفشون درسته. خب این چه چیزی میشه؟ نه خب این کاملا حرفشون درسته ولی من و شما یا هیچ وقت شده که از تالی بهتون میگم جان فرزند کجا تشبیه بگید تصمیم گرفتم برم پاریس خدمت رو میکنم چمدون رو بسته میگید نه خدمت رو میکنم تیکت دارید میگم پاسپورتون با خودتون میگید نه میگم قرمانتون برم میرید فرودگاه چی کار کنید؟ شما وقتی این بانوی ارجمند اینو به من میفرمایند باید به من نشون بدن که هیچ راهی برای برنامه ریزی اینکه کی درس بخونن کی کار بکنن کی بچه دار بشن و نداشتن خب حالا گیر افتادن
خب اونجا گرفتاریست. یعنی همونطور که یه مقدماتی باید چیده بشه. حرف بسیاری از دوستان درسته، به همجاز که من میشه عرض کنم اگر هیچ چاره ای ندارید الان میتونم بفهمم، ولی چرا حساب فرض بفرمایید دوست عزیزی چی به من میگه؟ یه مثالش عرض کنم، حرفش اون است که من تازه 34 سالگی فارغ التحصیل شدم. خب حرف من این است که قربونتون 16 سال بعد از دبیرستان چی کار میکرد؟ شما وقتی 16 سال دوره دبیرستان رو بعد از دبیرستان رو 4 سالشو درس نخوندید، هی گذاشتید کم و زیادش کردید که مثلا برخ از وقت چاره ای نداشتید، خب حالا انتظار دارید من برای شما چیکار بگم؟ نه قبوله. خب معلومه نیست، شما 4 سال خوندید تو 16 سال بعد 18 تا 22 میخوندید یا 18 تا 23 میخوندید یا 24، که از این بابت مسئله نشوشیم. شما اومدید اینو به دلیل که شاید اینجا خوب الان گیر افتادید، بل به من میفرمایید مهاجرت بود، میفهم، به من میگید ازدواج کردم جراشم، میفهمم، نه اینکه اونا رو متوجه نیستم، ولی شما یه نوع درست دارید، درست مثل اینکه هستاری به من بفرمایید چون دیر کردم خواهم تون رانندگی کنم بلا نمیرسم به هواپیما. خب بله، ولی آخه یه ذره توضیح باید بدید که چاره جز این نبوده، حالا دارید تون میرید. ولی اگر شما بی خودی وقت تلف کردید، حسابا رو نکردید، چیز دیگه است. بنابراین این دوستان وقتی این حرفو میزنن همیشه عرض کردم وقتی مجبورید میفهمم، ولی آیا شما قبول دارید اشتباه شده؟ نه. ولی اگر اون وقت پذیرفتن اشتباه شده که دیگه حالا تئوری رو غلط نمیکنه، حالا شما به خاطر اشتباهی که کردید این هزینه رو شما یا فرزندتون به سختی دارید میپردازید. هنوزم باز جای گفتگو داره که آیا واقعا این بهترین انتخاب شماست؟ چون بسیاری از اوقات جان فروزنده، روزی که من به درستی عمل نمی کنم هزینه های سخت و سنگینی شو میپردازم. فرض کنید اگر این اصل رو بپذیریم که یه دلار که الان خرج میکنم برخی از اوقات و در بیشتر مورد من 100 دلار تو زندگی جلو میندازه وقتی برای بچه‌ام به موقع خرج کنم و یه ساعت که وقت صرفش کنم 100 ساعت او به من جلو میندازه، اون موقع دیگه جایی برای این بحث نمیمونه که حالا من کار دارم. خیلی خوب، باید به من ثابت بکنی که این درسی که میخونی، این کاری که میکنی، این پولی که در میاری 100 دلار میارزه، که حاضر نیستی اونو ولش کنی و بیای. شاید واقعا برخی از اوقات معقول و منطقی باشه، ولی بسیاری از اوقات نیست. به همین جهت است که فرض بر اینه، این مثالی که الان درست کردم، شما بیاد به من بفرمایید، بانوی ارجمندی به شما من بگن که فلانی من با توجه به اتفاقاتی افتاده الان 38 سالگی هم و حالا باید ازدواج کنم یا بچه دار بشم. خب ایشون نمیتونن بگن چرا شما میگید بچه سالم قبل از 30 سالگی از من متولد میشد؟ چرا به من میگید که بچه‌ای که الان بیاد ای بسا 20% برای اوشیش کم داره، آسیبای مختلف داره، به جایی که 100 سال عمر کنه 80 سال عمر میکنه، به جایی که قلب سکته قلبی نکنه حالا سکته قلبی میکنه؟ خب قربون تو واقعیت علمی من چیکارش کنم؟ من که به خاطر شمایی که درگیر مهاجرت شدید، مشکلات پیدا کردید، زندان رفتید، ازدواج کردید، ازدواجتون بد بود، بیرون آمدید، بعد اومدید اینجا، بعد مجبور شدید درس بخونید، بعد مجبور شدید کار بکنید، حالا در 38 سالگی میخواید ازدواج بکنید، که ما که نمیتونیم قواعد جهان رو به هم بریزیم بگیم نه بچه شما چون خیلی رنج کشیدید، چون واقعا تمام کوششتون کردید، چون راهی نداشتید، نه بچه 38 سالگی شما رو همون 28 سال ما حساب میکنید. خب بچه‌ای که بیرون میارم چون بچه نیست، مگر اینکه شما من بگید نه بچه 28 ساله من و 38 ساله من عین همه، که در اون صورت علمو کاملا رد و نفی کرد، مثلا جایی برای گفتگو نمیمونه، برای که طبیعت این شوخی‌ها رو با کسی نداره. به همین جاست که اگر بشید 58 از 1000 تا زن یکشان حامله نمیشه. پس شما میده طبیعت به شما میگه من سر سن جدیم. پس شما، پس اگر میپذیرید بچه 28 شما، من نمیگم بچه شما ای بسا با وجود همه بدش از بچه منم که در 28 بهتره، نه، حرف این است که بچه شما در 38 به خوبی بچه 28 تون نیست. همسرتونم اگر الان 55 سالشه، اگر اون موقع 45 سالش بود اسپرم بهتری میداشت و بچه سالم تری میداشت. شما من میگید نشد، اون همه مطالبی که فرمودن هست، خب من میتونم بفهممشون. حالا میگن بین دورایی هستم بچه بیارم یا نه، هنوز صلاح در آوردن بچه است، بهترین بچه شون رو به وجود نمیاره ولی بچه خوبی رو میتونه بار بیاره. اما اگر رفت پر دکترش و برگشت گفت که خانم تو به خاطر شرایط سنی که داری آسیب بیش از 38ه، تو مثل یه زن 45 سالی اولا ممکنه بچه دار نشی، دوم بچه دار بشی بچه ممکنه آسیب بینی، سوم خودت ممکنه آسیب بینی، حالا شما چیکار میخوای بکنی؟ شما باز میخواید استدلال کنید که متوجه زمان امروز نیست. خب معلوم من متوجه زمان امروز هستم، ولی شما میگید نوع درستی کار چیه؟ من میگم اینه،
مثل اینه که من به شما میگم غذای خوب اینه، شما بگید در شرایطی که ما تو بیابون گیر کردیم که هیچی نیست، ما کی میخواد غذای خوب بخوری؟ قاعده غذای خوب رو که به هم نمیزه، قاعده غذای خوب سر جاشه. شما بگید من الان امکانش ندارم، تو بیابون گیر کردم، علفم میخورم، همونطوری که بنده هم میخورم، اونو میتونم بفهم. ولی مسائل نباید با هم مخلوط کرد که من چون قواعدی رعایت نکردم حالا باید همه بپذیرن که کار من در حالی که جوابش غلطه کار درستی. خب اون دیگه سپاسگزارم از حضورتون، به امید اینکه در گفتگوی بعدی به مراحل رشد کودک، به مراحل رشد جنسی به خصوص برسیم و اینا کلید واژه هایی یا کلید هایی است که کارهای شما رو اونها استواره و هر کدومش هم مراحل مختلف داره، زیر مجموعه های مختلفی داره، به خصوص در مورد مراحل رشد کودک تا اونجایی که من فهمیدم از کار شما. خیلی خوشحالم محبت که تشویق دید، براتون شب خوبی را آرزو میکنم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.